عناوین اصلی: قتل مداح معروف بیت رهبری در ماه شهر. هشدار یک مؤسسه زمین‌شناسی به مردم تهران: بمب ساعتی زیر پای مردم. و اطلاعات سپاه رسما از هم پاشیده شد. به کیوسک خوش آمدید. خبرگزاری رکناروز جمعه از قتل یک مداح مشهور در ماهشهر در استان خوزستان خبر داد. این خبرگزاری اسم این مداح را به شکل مخفف سینه ثبت کرده است. رکنا همچنین نوشته است که این فرد حدوداً 35 ساله شامگاه پنج شنبه در خیابان شریفی بندر ماهشهر توسط افراد ناشناس با اصابت گلوله کلاشینکوف به قتل رسیده است. خبرگزاری ایمنا هم از عنوان تیرباران مداح مشهور استفاده کرده است. تا کنون جزئیاتی از این قتل از سوی پلیس ایران منتشر نشده است. سایت رکنا هم با تایید این خبر نوشت: یک منبع آگاه در گفتگو به خبرنگار رکنا در خوزستان گفت در پی وقوع یک فقره قتل عمدی در شامگاه پنجشنبه در خیابان شریفی بندر ماهشهر، بلافاصله اکیپ پلیس آگاهی این شهرستان در محل حادثه حاضر که طبق بررسی اولیه مشخص شد مقتول مداح معروف به نام سینه تقریباً 35 ساله توسط افراد ناشناس مورد اصابت گلوله کلاشینکوف قرار گرفته و در دم فوت نموده است. شناسایی ضاربین توسط پلیس آگاهی ماهشهر به صورت ویژه در حال پیگیری است. نتیجه متعاقباً اعلام خواهد شد. سایت عصر جنوب مهاجمی که بامداد گذشته در ماهشهر مرتکب قتل شد را فردی با لباس مبدل زنانه معرفی کرد. به گزارش این شبکه خبری مهاجم به یک سوپرمارکت در بندر ماهشهر رفته و صاحب مغازه را با سلاح جنگی به رگبار بسته و جان او را گرفته است. طبق اخبار موثق، مداح ماهشهری که از اعضای اطلاعات سپاه ماهشهر است، در آبان 98 در قتل عام مردم مشارکت گسترده داشته است. مؤسسه تحقیقاتی اینتل‌لب که گروه بین‌المللی مشاوره اطلاعاتی است، با انتشار چند تصویر ماهواره‌ای فرونشست زمین در اطراف تهران را بمب ساعتی بی‌صدا توصیف کرد و آن را تهدیدی برای 13 میلیون نفر جمعیت ساکن در این مناطق دانسته است. این گزارش با اشاره به استخراج بیش از حد آب‌های زیرزمینی از تداوم 25 سانتی متر فرونشست سالانه زمین در برخی از مناطق تهران خبر می‌دهد. سال 97 نیز مجله علمی نیچر در گزارشی اعلام کرد که بخشی از تهران سالانه 25 سانتی متر نشست می‌کند که یکی از بالاترین رقم‌ها در جهان است. مطالعات مربوط به فرونشست زمین در تهران به سال 2003 باز می‌گردد و در سال‌های اخیر برخی نهادهای داخل ایران نیز درباره این پدیده هشدار دادند و ارقام بالاتری را نیز اعلام کردند. از جمله خرداد امسال، علیرضا شهیدی رئیس سازمان زمین شناسی خبر داد که فرونشست زمین در تهران تا 36 سانتی متر در سال مشاهده شده است. او با بیان اینکه فرونشست باعث ایجاد بحران امنیتی برای کشور خواهد شد، از تشدید مهاجرت‌های منطقه‌ای و مرگ گیاهان و جانوران به عنوان پیامدهای اولیه این موضوع نام برده است. رئیس سازمان زمینشناسی ایران نیز برداشت بی‌رویه آب از سفره‌های زیرزمینی که باعث فرونشست زمین و در نتیجه از بین رفتن این حفره‌ها و سفره‌ها شده است را عامل اصلی این بحران خواند. به گفته این مقام مسئول، در حالی که جز استان گیلان همه 30 استان کشور با موضوع فرونشست دست به گریبان هستند، تنها در استان اصفهان مسئولان برای مقابله با این بحران به فکر هستند. در تهران نیز آب‌های زیرزمینی و هشدار درباره تبعات آن در حالی ادامه دارد که به گفته مقام‌های وزارت جهاد کشاورزی ایران، کاهش شدید بارندگی موجب ورود ایران به مرحله خطرناک خشکسالی شده است. دو روز پیش علی یونسی وزیر اطلاعات سابق و معاون حسن روحانی در گفتگویی با سایت جماران با اشاره به همین موضوع گفت 10 سال اخیر متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا دارد همه مسئولین جمهوری اسلامی برای جان خودشان نگران باشند. متاسفانه سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی به جای اینکه آنها را شناسایی کنند، به جان خودی‌ها افتادند. رهبر جمهوری اسلامی هم که چندی است کلید واژه نفوذ را وارد ادبیات خصمانه هوادارانش کرده، در آبان ماه سال گذشته در باب نفوذ و امنیت هشدار داد و گفت
در باب امنیت داخلی هم دستگاه‌های امنیتی ما باید مواظب نفوذ باشند. عمده نفوذ است. نفوذ دشمن در دستگاه‌های مختلف و اعمال وسوسه‌هایشان مشکل عمده است. باید مراقب باشند که این مشکل را درست کنند. محمد حسین رستمی نیز یکی دیگر از اعضای نفوذی‌ها بود. روح الله زم روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای که خود سال گذشته در ایران به اتهام محاربه اعدام شد، در اولین ویدیوی اعترافات تلویزیونیش محمد حسین رستمی را یکی از منابع اطلاعاتی خود در ایران معرفی کرد. بنابر گزارش رسمی جمهوری اسلامی، محمد حسین رستمی از نیروهای نظامی ایرانی درگیر در سوریه بوده و در آنجا شروع به جاسوسی برای اسرائیل کرده است. رستمی مدیر سایت اماریون بود که مطالب آن گرایشی حزب اللهی داشت. در روز جمعه 31 خرداد سال 1398 سازمان حقوق بشر ایران از اعدام بی سر و صدای جمال حاجی زواره خبر داد. گزارش ها حاکی از آن است که سید جمال سیاوش حاجی زواره در خانه های امن سپاه پاسداران زندانی بود و به اتهام جاسوسی برای کشور متخاصم به اعدام محکوم شده بود. حاجی زواره یکی از کارمندان سازمان هوافضای سپاه پاسداران بود و در سال 96 به همراه همسرش لیلا تاجیک به اتهام جاسوسی بازداشت و اعدام شد. تاجیک 15 سال حکم گرفته است. علی نصیری از شاخص‌ترین فرماندهانی بود که از همان زمان زمزمه‌های جاسوس بودنش بر سر زبان‌ها افتاد. نصیری فرمانده حفاظت انصار سپاه پاسداران بود که 3 فروردین ماه 1398 از کار برکنار شد و خبرهایی از فرار و درخواست پناهندگی او به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس منتشر شد. هرچند این خبر توسط فرماندهان دیگر سپاه تکذیب شد، اما از آن زمان تا کنون دیگر خبری از او نیز منتشر نشده است و سردار سابق پس از برکناری یا عزل دیگر در هیچ مراسم رسمی دیده نشد. مصطفی ربیعی فرمانده بازرسی سپاه پاسداران و محمد تولایی معاون پیشین راهبردی سپاه هم از دیگر کسانی بود که اخبار جاسوسیشان مخابره و تکذیب شد. در اردیبهشت سال 98 اما خبری منتشر شد مبنی بر اینکه محمد تولایی معاون سابق امور راهبردی سپاه در حالی که قصد خروج از تهران را داشت توسط سازمان اطلاعات سپاه و با همکاری وزارت اطلاعات دستگیر شد. در نهایت بعد از تایید و تکذیب‌های فراوان در مهر ماه سال 1398 علی مطهری نایب رئیس وقت مجلس در مصاحبه‌ای با روزنامه فرانسوی لوموند گزارش‌ها از دستگیری چندین فرمانده ارشد سپاه پاسداران به اتهام فساد مالی و امنیتی را تایید کرد. یونسی در گفتگوی خود با جماران از نفوذ موساد در 10 سال اخیر سخن می‌گوید و آن دهه‌های میانی یعنی 70 و 80 را استثنا می‌کند. ممکن است فساد همانطور که در حال بلعیدن سایر بخش‌های کشور و حتی نظام جمهوری اسلامی است، دستگاه‌های امنیتی را هم نسبت به گذشته ضعیف‌تر کرده باشد. در این میان اما افزایش امکان گردش آزاد اطلاعات نسبت به دهه‌های پیشین در یک دهه اخیر را هم نباید نادیده گرفت. در دهه‌های پیشین انحصار گردش اطلاعات در دست نظام بود و دستگاه پروپاگاندای تک‌صدایی آن تصوری را از بازوی اطلاعاتی خود به افکار عمومی می‌داد که می‌خواست. با وجود این در طی همان سال‌ها همگاه مواردی به اخبار راه می‌یافت. در آذر ماه سال 1378 یک روز پس از آن که سپاه پاسداران ایران اعلام کرد یک شبکه جاسوسی را که برای اسرائیل کار می‌کرده دستگیر کرده، دادستان وقت تهران سعید مرتضوی به ارتباط یکی از اعضای این شبکه با سپاه و بسیج اشاره کرد. تلاش برای جمع‌آوری اخبار و اطلاعات از مراکز هسته‌ای ایران، مجموعه‌های حساس سپاه و همچنین فرماندهان و شخصیت‌های کشوری و لشکری و انتقال آنها به اسرائیل اتهاماتی بود که به این افراد وارد شد. عجیب نیست اگر ضربه‌هایی که با خرج گشاده دستانه ی انگ جاسوسی به بدنه جامعه مدنی و فعالان سیاسی در ایران وارد شد و سال‌های زندگی افراد زیادی را هدر داد و یا حتی جانشان را گرفت، برای مقامات جمهوری اسلامی اهمیت چندانی نداشته باشد. کما اینکه هدف هم همین بود است، اما حالا آن اضافه کاری ها کار را به جایی رسانده که تهدید موساد تا زیر گوش نظام رسیده و از این رو زنگ های اخطار به صدا در می آمد. حال باید دید نظام با جاسوس های واقعی که از رگ گردن به او نزدیکترند چه خواهد کرد. لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم.